بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. فصل پاییز فصل فوق العاده باحالی، این برگا میریزه آدم روش راه میره حالش خوب میشه، اسم خدا حالمون رو خوب میکنه، دیدن شما حال ما رو عالی میکنه. خیلی فصل خوب و قشنگیه چون یک تحول قشنگ در عالم هستی رو میبینیم. ان شاءالله بهترین باشیم. بریم سراغ 12 پایه 12 تاریخ. 12 تا درسم بیشتر نیست، حالتون رو خوب بکنم، برعکس تاریخ 10 و 11 که مطلبش زیاد اما مطلبش خوشگله. تاریخ، تحولات تاریخ نگاری دو بخشه، سنتی و معاصر. بچه تاریخ سنتی تملق شاهه، شاه عزیزم اگر تو نباشه عالم نیست. مطالب نوشتاری بسیار سخته و کسی اونو تحلیل نمیکرد، فقط در مورد شاه میگفتن، سخن شاه، حرف حرف شاه، جنگ شاه. تألیفات این قالب ادبی بسیار بود، این دفعه خصوصیات ادبی تألیف شد. زبان تملق‌گویی و مدح شاه بود، اسمش بود تاریخ نگاری سنتی. ولی تاریخ نگاری معاصر اومد. تفاوت تاریخ نگاری معاصر و سنتی بینش و روش، این سوال بسیار مهمه. تاریخ نگاری معاصر از کی اومد؟ جنگ ایران و روسیه، زمان فتح‌علی‌شاه. تفکر اروپا اومد تو ایران، تفکر غرب اومد، دموکراسی، تکنولوژی اومد. جنگ ایران و روسیه باعث شد تمدن اروپایی بیاد در زمان فتح‌علی‌شاه. عامل پیشرفت تاریخ معاصر چی بود؟ دارالترجمه، دارالطباعه و دارالفنون. دارالطباعه یعنی چی؟ بالای که چاپخونه. حالا اینا تو مطالبی که می‌نویسیم توضیح میدیم. اولین دارالترجمه ماره کی بودش؟ ماره سلطنه، حسام السلطنه اولین دارالترجمه ایران به وجود آورد که می اومد اول تو مدرسه کتاب می اومد، دارالطباعه چاپخونه چاپ می شد و به فارسی ترجمه می شد. اما شناخت ایران بر دو اثر تاریخی مهمه بنا، کتیبه بیستون، تاق بستان. بله، کتیبه بیستون، این اثر عمیق تاریخ ایران بودش. یا آقای اومد به نام راولیسون، بچه کجاست؟ انگلستان. چیه؟ شرق شناس. اومد کتیبه بیستون رو دید، خط میخی و فهمید. بچه های شرق شناس بوده، اونا اصلا میومدن چون تاریخ اونا خیلی اهمیته، اونا بهتر از ما تاریخ ایران رو میفهمیدن. اما یه سری اومدن تاریخ ایران رو نقد کردن. بگیم کتاباشونو، حالتون رو خوب کنیم. کتاب اول، کتاب ذوالقرنین، مالکی خاوری شیرازی، تملق‌گویی ممنوعه. دوم کیه؟ حقایق الاخبار ناصری، مالکی خرموجا، قتل امیرکبیر، تملق‌گویی ممنوعه. سومی بگو، کتاب صدر التواریخ، مالکی حسام السلطنه، در مورد ستایش امیرکبیر. کتاب بیداری ایرانی، نازون اسلام کرمانی، در مورد انقلاب مشروطه. یه سری کتابا داشتیم که اینا نقد کردن تاریخ نگاری سنتی رو. یک، کتاب خرموجا، کتابش چیه؟ حقایق الاخبار ناصری. نه، ذوالقرنین اومد چیکار کرد؟ کتاب ذوالقرنین خاوری شیرازی، باری کله خوب حواستون هست، تملق‌گویی شاه ممنوع. دو، کتاب حقایق الاخبار ناصری ماره خرموجا، اومد گفت آقا قتل امیرکبیر رو آورد، تملق‌گویی، کسی نمیتونست اون موقع اینا رو بگه. کتاب بعدی، صدر و تواریخ ماره سلطنه، در مورد چیه؟ ستایش امیرکبیر. کتاب بیداری ایرانی مال کیه؟ یه بار دیگه آفرین، نازورستان کرمانی، در مورد چیه؟ انقلاب مشروطه. همه طبقات تو انقلاب مشروطه بودن. یه کتاب هست بنا رساله ایراد، ماره آخونزاده است. چکار کرد ایشون؟ ایشون اومد آقای هدایت رو به علت به کار بردن شعر در کتابش مورد نقد قرار داد. چرا؟ تو میگفت تملق‌گویی میکنه. اروپایی اومدن تمام آثار تاریخی ایران رو جمع کردن، به این گفتن حکمت تاریخی. تاریخ، جغرافی، جامعه شناسی، اسطوره شناسی، اینا همش مورد تاریخ معاصر بودش. در انقلاب مشروط تمام طبقات مردم چی شرکت داشت؟ دو تا پادشاه نام ببریم که بیشترین سفرنامه داشت. فتح‌علی‌شاه چی؟ باری کلا بگو، مظفرالدین‌شاه. نه، ناصرالدین‌شاه. ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه بیشترین سفرنامه ها رو داشتن.
نشون میده از عمق. اولین نشریه ایرانه، کیا بردن؟ اروپایی ها. اسمش چیه؟ کاغذ اخباره، مالکیه، صالح شیرازی. اولین روزنامه ایرانه. دومی روزنامه ایران، دومی روزنامه ایرانه. وقایع الاتفاقیه، مالکی امیرکبیر. افکار ایرانی ها قوی شد، مشتی شد، فکرشون گسترش پیدا کرد، روزنامه آورد. کدام عامل تاریخ معاصر رو بیشتر میشناسیم؟ با نشریات. کدوم تاریخ رو میشناسیم؟ با اسناد. اسناد چیه؟ اسناد جایی بنامه آرشیوه. آرشیو ملی چیه؟ آرشیو چیزایی که مهمه، کتابها، اسنادها، همه چی میذارن تو. اما آرشیو ملی اسنادهای مهم ما میذارن توش. بله. تاریخ، کتاب، دیگه من تذکره، سفرنامه، خاطرات، اینا هم که جزی از این است. پس امروز در مورد تاریخ نگاری سنتی و معاصر میخوام با هم بحث کنیم. بریم ببینیم تو کتاب چی گفته. باری کلا قرمزم استفاده کنیم حالمون خوب بشه. بریم خصوصیات. خصوصیات تاریخ نگاری سنتی. بله. آقای مصلح خصوصیاتش چیه؟ یک، ثبت وقایع شاه. ادبی تألیف شد، بیش از تملکوی شاه بود. سبک نگاریش بسیار سخت و تأویل و تفسیر نبود. یه سه بار دیگه میگیم، بیشتر به سبک وقایع شاهان بودش. خصوصیت ادبی تو تألیف بودش. زبان تملکوی متن شاه بوده. سبک نگاریش بسیار سخت بوده. تحلیل و تفسیر هم تو اون نبوده. این خصوصیات تاریخ نگاری چیه سنتی؟ اگرچه بیشتر تاریخ شاهان و جنگ ها در اون تاکید میکرد، اما با احیای میراث غنی و گنجینه شامل تاریخ نگاری صرف شد. اون تحقیقات، کتاب شناسی، زندگی و جان مکتوبات با ارزشی پیدا کرد. اما امروزه برای احیای میراث مکتوب صورت گرفته با اهتمام و حمایت به اندازه کافی وجود نداشت. برای بسیاری از میراث‌های ما از بین رفتن. چرا؟ چون سنت چاپ نبود، سنت تألیف هم نبود. اما مهمترین اینجا آقای مصلحی چیه؟ خصوصیات تاریخ نگاری سنتی. تملکویی شاه. بیشتر مطالب به صورت ادبیه. یعنی چی ادبی؟ یعنی سخته. دیدیم بعضی وقتا از قدیمی‌ها می‌بینی یه مطلبی نوشتن، یه نامه‌ای نوشتن، نمیتونی بخونی؟ این همون میشه. مطالب ادبیش بسیار سخت بود، کلمات بسیار سنگین، اما تحلیل و تفسیر نداشت. بریم بعد. این عزیزان سوال کنکور، سوال نهایی بود. اینا فرق تاریخ نگاری سنتی و معاصر در چیز؟ فرق 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 تاریخ نگاری سنتی و معاصر گفتیم در چیه؟ بینش و روش. سوال بود بچه، اون سوال گزینه دو هم داده بود. زمینه پیدایش، دقت به سوالا داشته باشین، خواهشم، پیدایش تاریخ معاصر کی بود؟ زمینه پیدایش تاریخ معاصر کی بود؟ یه لحظه میتونی اینجا نگرده، میخوام یه ذره نوکش بهتر شه. پس دیدین که فرق تاریخ نگاری سنتی و جدید بینش و روش بود. زمینه پیدایش تاریخ معاصر چی بود؟ باریکلا جنگ ایران روسیه. سوال میکنه در چه زمانی بود؟ در چه زمانی تاریخ نگاری جدید بود؟ جدید و چه پادشاهی؟ زمانش که جنگ ایران و روسیه دوباره یک سال، در زمان کی بود؟ فتحعلی‌شاه. در زمان فتحعلی‌شاه. این است. خب
به سه دلیل تاریخ نگاری معاصر پیشرفت کرد. به سه دلیل در زمان ناصرالدین شاه، در زمان کی؟ باریکلا ناصرالدین شاه، تاریخ نگاری معاصر پیشرفت کرد. به سه دلیل و یه بار دیگه میگیم به سه دلیل تاریخ نگاری معاصر پیشرفت کرد. دار الطباعه، دار الترجمه، دار الفنون. به سه دلیل بگی دار الترجمه، دار الترجمه باریکلا، دار الفنون دیگه چی بود؟ دار الطباعه. دار الطباعه میدونی یعنی چی؟ یعنی چاپخونه. مدرسه اومد، چاپ اومد، کتاب اومد. ببینی دار الفنون، دار الطباعه، دار الترجمه همایون. خب رئیس دار الترجمه کی بودش؟ اعتماد السلطنه. اینا رو فقط بدانید. دار الترجمه رئیس اونا چی کار میکردن؟ از زبانهای اروپایی به زبان فارسی ترجمه کردن. پس رئیس دار الترجمه چی بود؟ اعتماد السلطنه. بریم بعدی. تاریخ پدر کبیر اثر ولتر، اینا رو بدونید. انحطاط سقوط امپراتوری رو اثر ادوارد، اینا رو بدونید. دانستنش بد نیست ولی تو امتحان نمیاد. دیگه چیکار کنیم؟ باید بدونید دیگه. خب بریم. دو اثر تاریخی که باعث تحول عمیق در تاریخ نگاری شد. دو اثر تاریخی ایران که زمینه تحول عمیق بچه شناخت سالخ و اساسی در تاریخ نگاری شد. یک کتیبه بیستون، دو طاق بستان. در زمینه عمیق و اساسی، اینم جا خالی یاد بگیری. دو اثر کتیبه بیستون، طاق بستان. آفرین. اعتبار و صحت برخدا از تو زمینه قارت آثار باستانی بود متاسفانه. خب رابلیسون بچه کجاست؟ انگلستان. چه اصلی اومد تو ایران؟ قاجار. یه چی بود؟ شهرشناس. کتیبه چی مورد مطالعه قرار داد؟ بیستون. خط چی رو فهمی؟ ایران. پس رابلیسون چه کسی بود؟ در چه زمانی؟ و چه کرد؟ آقای رابلیسون بچه انگلیس بودش، یه شهرشناس بودش، زمان قاجار اومده تو ایران، کتیبه بیستون رو دید، خط میخواد. این خیلی مهمه ها. ببینی بچه انگلیس هم سیویلاشو ببینه، اصلا آدم میبینه کف میکنه دیگه، انگلیسیه دیگه. بریم از این. خب این چهار تا کتاب من یه بار میگم ست که اینجا نمونه شو پیدا بنویسیم بعد با هم میریم. کتاب ذوالقرنین، کتاب ذوالقرنین، خاوری شیرازی، خاوری شیرازی، تملق‌گویی ممنوعه، تملق‌گویی ممنوعه. دوم بگو. کتاب دومی حقایق الاخبار ناصری، حقایق الاخبار ناصری، مالکیه خرمونجا، مالکیه خرمونجا، تملق‌گویی ممنوعه، تملق‌گویی ممنوعه، قتل امیر کبیر، قتل امیر کبیر. سومی بگو. کتاب صدرالتواریخ، صدرالتواریخ، مالکی اعتماد السلطنه، مالکی اعتماد السلطنه، در مورد چه عاملی مهم؟ ستایش امیر کبیر، ستایش امیر کبیر. چهارمین کتاب بیداری ایرانی، بیداری ایرانی، مورکی ناظم الاسلام کرمانی، ناظم الاسلام کرمانی، در مورد انقلاب مشروطه، در مورد انقلاب مشروطه. خب سه تا کتاب داریم که اینا رو نقد کردن. اولین کتاب ما مال خاوری شیرازیه، کتاب خاوری شیرازی.
در مورد چی کتابه؟ کتاب ذوالقرنه. این تملقوی نکوهشه، چنان که باز این تاریخ نگار رو هم لازم است که راست گفتار پیشه کند، فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداند. اینو میگه راست باشه. دومین کتاب مال آقای خورموجای، اسمش یه حقایق الاخبار ناصری. تملقوی ممنوعه و اولین کسی بود قطر امیرکبیر رو بیان کرد. این هستیم. سومین کتاب صدر و تواریخه، ماره کیه؟ ماره اعتماد و سلطنت. در مورد چی صحبت میکنه؟ ستایش امیرکبیر. پس کتاب ذوالقرنه خاوری شیرازی تملقوی ممنوعه، حقایق الاخبار ناصری مالکی خورموجا تملقوی ممنوعه، قتل کی؟ امیرکبیر. صدر و تواریخ مالکی اعتماد السلطنه ستایش امیرکبیر. خب یک کتاب دیگه داریم به نام رساله ایراد بچه ها، مال آقای آخونزاده. این رساله ایراد مال آقای آخونزاده است. در زمان قاجار بود. این تاریخ سنتی را به شیوه علمی نقد کرد. در رساله ایراد آقای هدایت را مورد نقد قرار داده که در شعر خود الفاظ مصنوعی به کار برده شد. یه دونه هم دیگه داریم به نام میرزا آقاخان کرمانی در عصر قاجار که باعث رواج تاریخ نگاری جدید در ایران شده شد. بعد کتاب بعدی رساله ایراد مال آقای آخونزاده است و آقای هدایت رو در مورد چی؟ شعر و الفاظ مصنوعی در کتاب به کار برده و مورد نقد. بچه اینم سوال امتحان کنکور بوده. حکمت تاریخی چیست؟ ببین چه باحال. حکمت تاریخی را تعریف کن. او مورخان اروپایی با بررسی سیر تحول مطالعه و علل نتایج رویدادها به قوانین دست یافتن. با هم میگن حکمت تاریخ. بچه تو اینجا هم تند سوالا رو بگیم. یک، کتاب ذوالقرنه مال کیه و چه کسی نوشته؟ دو، کتاب حقایق ناصری مال کیه و در چه موردی؟ کتاب صد و تواریخ مال کیه و در چه موردیه؟ اینا رو دقت کنیم. اون سه تا سوال اینا رو با دقت بریم. من جا نبود بنویسم، من اینجا خلاصاشو براتون نوشتم، یکم دقت کنیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصل این درس رو همیناست. حکمت تاریخی بسیار مهم. بله، هم گزینه دو اومده، هم قلمچی اومده کنکور، هم امتحان نهایی اومده. جان من دقت کنید، بگید برا باریکلا، بگو اصلا من اینا حقایق و اخبار ناصری ماره کیه. آفرین آفرین باریکلا، تو بگو. شما، بله شما، شما خانم محترم، شما بفرمایی کتاب کی خورموجا چیه؟ باریکلا ذوالقرنه. آفرین. کدوم کتاب در مورد ستایش امیرکبیر؟ آقای محترم شما بفرمایی. بله دیگه، همه تو مشتی و باها. باریکلا باریکلا چیه؟ صدر و تواریخ. باریک ماره کیه؟ صدر و تواریخ. اعتماد. فرق تاریخ‌گذاری سنتی جدید تو چیه؟ شما بفرمایی خانم محترم. آفرین سرکار خانم، بینش و روش عالی. در زمان ناصر اینجا به سه دلیل پیشرفت کرد. هم آقایون بگم هم خانم، به سه دلیل بگید. دارالفنون، دارالترجمه، دارالطباعه. آفرین باریکلا عالی. پیدایش تاریخ نگاری معاصر از کی بود؟ درو خدا دقت کنین، از کی؟ آفرین آفرین شما. جنگ ایران روسیه. کدوم پادشاه؟ فتلیش. عالی. همینطوری یاد بگیرین تمومه. 20 چرت کنم، از 20 میزنید بالا. بله. پس متوجه شدیم مسائل خیلی مهمه. آفرین، خوب جواب دادینا. آفرین بر شما. بریم. روش تاریخ نگاری معاصر چیه بچه‌ها؟ اصلا چه روشی داره؟ این روش تاریخ نگاری از منابع، اسناد، مدارک، تحقیقات علمی دست میاد. حالا سوال میکنه چه کتاب‌ها؟ بذار من اینجا میسم. چه کتاب‌ها و علومی به علومی به تاریخ نگاری معاصر ربط داره؟ بله ببینید، باسه شنسی، زبان شنسی، جغرافیا، جامعه، اسطوره شنسی. ببینید اینم جاست. این به کتاب‌ها چیه؟ به تاریخ نگاری معاصر ربط داره. گسترش مدارس جدید، دانشگاه‌ها، رواج تاریخ و اون یکی در دوره معاصر مورد ارزیابی. این از یاد مهم نیست. بریم از
مهم. اساس تاریخ نگاری سنتی بنویسیم. اساس تاریخ نگاری سنتی بچه ها اینهاش، شرح پادشاهان و فتوحات. ببینید این اساس تاریخ، بینش اینو قبلا بدون، بینش تاریخ نگاری معاصر چیه؟ بینش تاریخ نگاری معاصر عامل سیاسی نظامی، ببینید اینجا جوابش، اقتصادی فرهنگی حیات انسان بهش توجه میکنیم. بچه ها کتاب بیداری ایرانی ماره کیه؟ کتاب بیداری ایرانی چه کسی نوشته و چه موضوعی هست؟ کتاب بیداری ایرانی ماره جناب آقای کرمانی بچه ها، که نقش طبقات مردم در انقلاب مشروطه. بچه ها این بسیار مهم، این بسیار مهم، این بسیار مهم و در امتحان نهایی مورد بررسی قرار گرفته. بینش تاریخ نگاری معاصر چیه؟ باریکلا حیات انسان، زندگی، بگی سیاسی، نظامی، اقتصادی. بینش تاریخ نگاری سنتی چیه؟ زندگی شاه و فتوحاتش. کتاب تاریخ بیداری ایرانی مانه کیه؟ ناظم الاسلام. که در مورد کی، نقش کیا مهمه تو انقلاب مشروطه؟ طبقات مردم. علاوه بر انقلاب مشروطه رویدادهای مهمی مانند نفوذ کشور اسلامی، جنگ‌های ایران و اشغال و جنبش‌های مختلف نقش عمیقی در بینش تاریخ نگاری داشته معاصر، که اینا زیادن. پس سوال میکنه غیر از انقلاب مشروطه، غیر از انقلاب مشروطه چه عواملی مهمی در بینش تاریخ نگاری معاصر ایران تأثیر داشته است؟ شاید بعدی کم آرومتر می‌نویسم. چشم. نفوذ کشور استعماری، جنگ جهانی اول و دوم، اشغال ایران، سه جنبش‌های نفع و انقلاب اسلامی تأثیر بسیار مهمی غیر از انقلاب مشروطه داشت. ببین بقیه هم شب خیلی راحته بچه، این حذفه، مثلا این نمیخوام، اینا حذفه، تو امتحان مورد بررسی قرار نمیگیره، خیالتون راحت. به منابع تاریخ معاصر، منابع تاریخ معاصر، اول بگو کتابه، اول بگو کتابه، بدون کتاب نمیشه، دوم بگو نشریات، دوم بگو نشریات، بدون روزنامه نمیشه، سوم بگو اسناده، سوم بگو اسناده، بدون اسناد هم نمیشه، آدم باید سند داشته باشه، مالی کیه زید. چهارم بگو منابع، منابع و وسایل، برای چیه؟ منابع تاریخ معاصر ایرانه. اول بگو کتابه، کتاب بگو تاریخی، کتاب بگو ادبی، کتاب بگو خاطرات، کتاب بگو سفرنامه، کتاب بگو زندگی نامه، دوم بگو نشریات، روزنامه و مجله، سوم بگو اسناده، توی کجا آرشیوه یا ملی مهمه، منابع و وسایل همان بگو ابزاره. پس منابع تاریخ معاصر کتاب، نشریات، اشیا و منابع. بس یه نکته ای که یاد بگیری، تراجم یا زندگی نامه، نام دیگره بچه ها زندگی نامه، باریک بهش میگن چی؟ تراجم. که اینم بریم بعدی ببینیم چه تراجم یعنی چی. زندگی نامه شهر. خب بریم اول این کتاب، اول این کتاب، کتاب های تاریخیه که در دوره عصر قاجار اومده، دو رکعت سنتی و جدید بودش، که اینا رو گفت. این هم از این کتاب تاریخ، اینا نمیاد، این هم که حذف، خیالتون راحت. این از کتاب، نکته مهمی نده. سوم خاطراته، چه کسانی دارای خاطرات زیاد هستن و
و در چه موضوعی هست. اینا چیز مهمی نیست بچه ها، زیاد امتحان هم مورده. شخص سیاسی و نظامی، اقتصادی و فرهنگی، اوضاع سیاسی و اجتماعی اقتصادی پنج شهر رو همونو گفته. در مورد سیاسی سیاست فرهنگی شهرها رو زندگی رو نیرو فرهنگی، یعنی همون نکاتی که بالا گفتیم اینم گفتیم. ببینیم سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اینم حذف. خیالتون راحت. بریم بعد. سفرنامه. کدام پادشاه ها بیشترین سفرنامه رو داشتن؟ کدام پادشاه بیشترین سفرنامه؟ ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه. چه کسانی سفر بیشتر میرفتن؟ یه ذره آروم‌تر می‌نویسم. چشم، ببین. سفرا، مأموران، بازرگانان، جهانگردان. چه کسانی سفر بیشتری می‌رفتن؟ این مهم. سفرنامه حاوی چه مطالب بود؟ سفرنامه حاوی چه مطالبی بود؟ اطلاعات با ارزش در مورد اقتصاد، مالیات، گمرک، راه‌ها و مسائل اجتماعی بود. اقتصاد، گمرک، راه‌ها. سفرنامه حاوی چه مطالبی؟ کدام پادشاه بیشترین سفرنامه رو داشت؟ اینو ناصر. بریم بعدی که اینم نکته. بچه‌ها تو امتحان نهایی مثلا اینو میگن، متن رو میدن. از توش چند تا سوال در میاره. مثلا میگن که مثلا محسن مصلایی معلم تاریخ مدرسه در مدرسه شماست. کی معلم تاریخ؟ مصلایی. چه مصلایی؟ محسن. کجاش؟ همیدی. یه متنی میدن توش جواب میدن، هیچ کاری هم نداره. این متن رو میگن از توش جواب میخوان. متوجه شدی بررسی شواهد؟ اونا رو یا بخونی نه اینو بدن، یه متن خودشون میدن. خیالتون راحت بشه بچه‌ها. تذکره یعنی چی زندگی نو؟ اینو تو کنکور گزینه دو داده. تذکره یعنی چی؟ باری اینم حذفه. عشق میکنی همه حذف میشه ها، کیف میکنی. خب بریم بعد. نشریات رسانه گوید یکی از ابداعات تأثیرگذار تمدن غرب بود. این جا خالی مهم بود، جای خالیش مهم. این جا خالی اومده بود. در چه دوره‌ای؟ دوره قاجار. سال اول. در چه دوره‌ای نشریات به ایران آمد؟ سال دو. نشریات چه تأثیری در جامعه داشت؟ میگه نشریات چه تأثیری در جامعه داشت؟ فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در جامعه داشت. سوال بعدی. اولین روزنامه و توسط چه کسی نشر یافت؟ اولین روزنامه صالح شیرازی، کاغذ اخبار. سال دو. بعدی. دومین روزنامه توسط چه کسی و چه نام داشت؟ دومین روزنامه توسط آقای امیرکبیر یا دولت ایران توسط کی بود؟ به امریکا. اینم دومی روز. سال بعدی. چرا امیرکبیر، خدا رحمتش کنه، در ایران روزنامه نشر داد؟ این دلیلش آگاهی سیاسی مردم و توسعه رشد آگاهی سیاسی مردم. خب بچه ها این قسمت اینجا بسیار مهم
و امتحان نهایی و کنکور. پس نشریات تاثیرگذاریش تمدن غرب بود. اولین روزنامه کاغذ اخبار سالش رسید. دومین روزنامه امیرکبیر وقایع اتفاقیه. برای چی امیرکبیر؟ آگاهی سیاسی اجتماعی و توسعه فکری مردم بودش. چون دولت ماهیت استبدادی داشت، حکومت قاجار و آزادی نبود، روزنامه خارج از کشور روزنامه رو به فارسی میفرست. بعد از انقلاب مشروطه نشریات رشد یافت. حتی مجلات تخصصی اومد، تعداد مطبوعات بسیار زیاد شد، اما در زمان احمدشاه از بین رفت. خب مهمترین منبع پژوهش تاریخ معاصر نشریات، تاریخ معاصر من اینجا میگم، بله اینم مهم تان. نشریات مهمترین منبع تاریخ معاصر ایرانه. این جا خالی اومده تو امتحان، جای خالی، جات خالیه، جای خالی. این هم از این. دوم مهمترین منبع پژوهش تاریخ اسناده. مهمترین منبع پژوهش تاریخ اسناده. اینو بدون اسناد مهم. آرشیو چیست؟ تعریف آرشیو، جایی که تمام اسناد طبقه بندی و حفاظت میشه، اسناد ما میگن آرشیو. محل نگهداری، حفاظت، طبقه بندی و آماده سازی محققان شده میگن چی؟ تاریخ، اسناد، اسناد. خب آرشیو ملی چی؟ این خیلی مهمه تو امتحان بده. آرشیو ملی تعریفش، محل اسناد و مدارک با ارزش و معتبر به آن کشور میگن آرشیو ملی. این هم آرشیو ملی ایرانه، در تهران قرار داره. این هم اولین شخصی بود که تاریخ نگاری جدید آورد، آقای ایرج افشار. اولین تاریخ نگاری جدید در ایران آورد آقای ایرج افشار، خدا رحمت. آثار بناها، اشیاء شامل بنا، خیابان، کوچه، میدان ها، اشیاء و لوازم جزی از آثار مهم هست. خب بریم ببینیم چند تا سوال بدیم با هم حل کنیم و با هم یه امتحانی بگیریم ایشالله، تا ببینیم چی میشه. خب چند تا سوال میکنم، آماده این دیگه؟ بریم ببینیم کی امتحان خوب میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بله میخواین از کاغذ میریم، بیا اینجا کاغذم برای ما الحمدلله گذاشتم. بله اینجا همه چی ردیفه، دوستان کاغذ، ماغذ، همه چی میزونه. دمشون گرم دوستان پشت صحنه، خیلی به ما لطف دارن و بسیار هم زحمت میکشن. تاریخ هم دوست دارن، سال دیگه هم خیلیشون میخوان تاریخ جغرافی درس بدن. اصلا این میگه من تاریخ نگاری میخوام درس بدم اینجا نشست. مثلا یکیشونه، اون یکی دیگه داره استراحت میکنه، فکر کنم داره چای میخوره. اون یکی هم که خیلی باحال و مشتی، اصلا تو خودشه، فقط خودشو میبینه، اصلا صدایی از من نمیشنوه. همه مشتی و باحال، خدا قوت بهشون میگم. دمتون هم گرم، خسته نباشین، خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله. خب سال 1 زمینه پیدایش تاریخ نگاری معاصر. من اول یه دوره میکنم جواب رو بعد امتحان میگیرم. زمینه پیدایش تاریخ معاصر گفتیم چیه بچه‌ها؟ باریکلا، جنگ ایران و روسیه دو. چند تا سال، سه عامل پیشرفت تاریخ نگاری معاصر در زمان ناصرالدین. چون زمان کمه بچه‌ها، من مجبورم یه بقیه رو نگم. سه عامل پیش، اون اولی گفتم، بقیه رو خودتون برید با هم بریم. سوال 3، در زمان کدام پادشاه تاریخ نگاری معاصر آمد؟ معاصر. سال 4، دو خصوصیت تاریخ نگاری، دو خصوصیت تاریخ نگاری سنتی را بنویسید. سال 5، رابلیسون چه کسی بود؟ در زمان چه کسی، کدام سلسله و چه کرد؟
سوال 6 دو آثار تاریخی که تأثیر عمیق بر تاریخ ایران داره. سال 7 این کتاب ها ماره کیه؟ کتاب ها ماره چه که؟ ذوالقرنین موضوعش هم بگی. ذوالقرنین صدرالتواریخ بیداری ایرانی حقایق الاخبار ناصری و رساله ایراد. سوالش حکمت تاریخی چیست؟ چشم دوره میکنم به احترام شما، یه دوره میکنم بعد امتحان بدید. خوبه کل اینا یه دوره میکنم بعدش امتحان بدید. قول میدم یه دوره کنم، خیالتون باشه. چشم سال نه بعد اولین روزنامه ایران، روزنامه ایران چه کسی؟ سال دومین روزنامه ایران چه کسی؟ سال 11 سال 11 چرا امیر کبیر در ایران روزنامه نشر کرد؟ سال چند؟ سال 12 مهمترین منبع پژوهش تاریخ. سال 13 مهمترین منبع پژوهش تاریخ معاصر. سال 13 آرشیو و ملی چیست؟ چه گروه‌هایی در انقلاب مشروطه نقش داشتن؟ همینجا میشه. سال 15 فرق بینش در تاریخ نگاری سنتی و معاصر را بنویسید. چشم من دوره میکنم بعد. خوبه بفرم شما دستور دارید. زمینه پیدایش تاریخ نگاری معاصر جنگ ایران روسیه بود. سه عامل پیشرفت تاریخ نگاری در زمان دارالطبعه، دارالترجمه، دارالفنون. در زمان کدام پادشاه تاریخ نگاری معاصر آمد؟ در زمان باری کلا بگیم فتلی شاه. دو خصوصیت تاریخ نگاری سنتی رو نام برید. تملق شاه، مطالب ادبی بسیار سخت بوده و هیچ گونه توضیح هم مطالب نداشته. رابینسون بچه انگلستان بود. در زمان کدام سلسله؟ در زمان قاجار کتیبه بیستون رو اومد دید و خط میخی بود. دو آثار تاریخی تاثیر عمیقی بر تاریخ ایران میذارن: کتیبه بیستون، طاق بستان. 7 کتاب ذوالقرنین بچه‌ها خاوری شیرازی. کتاب صدرالتواریخ خورموجا بیداری وحشی. صدرالتواریخ اعتماد و سلطنه. بیداری ایرانی ماره آقای کیه؟ باریکلا بفرمایید. بیداری ایرانی ناظم الاسلام کرمانی. حقایق الاخبار ناصری ماره خورموجاست. رسالی را دادم ماره آخونزاده. ذوالقرنین تملق‌گویی ممنوعه. صدرالتواریخ در مورد ستایش امیر کبیر اعتماد سده. حقایق اخبار ناصری در مورد قتل امیر کبیر و تملق‌گویی.
رساله خونزاده آقای هدایت مورد نقد قرار داده تو از شعرش تملق‌گویی به صورت خاصی انجام داده. هیئت تاریخی کتاب‌هایی که آثار تاریخی اروپاییان در ایران جمع‌آوری کرده. اولین روزنامه ایران بچه ها کاغذ اخبار شیرازی بود. دومین روزنامه اینا وقایع اتفاقی مال چه کسی بود؟ مال امیرکبیر بود. چرا امیرکبیر در ایران روزنامه بود؟ چون فکر و تفکر و آگاهی مردم رو بالا ببره. سال 12 مهمترین منبع پژوهش تاریخ، تاریخ اسناد. مهمترین منبع پژوهش تاریخ معاصر نشریات. آرشیو ملی اسناد و مدارک بسیار مهم در اون جمع شده. چه گروهای در انقلاب مشروطه نقش داشتن؟ طبقات اجتماعی ما. فرق بینش در تاریخ نگاری سنتی. بینش تاریخ نگاری سنتی شاه و زندگی شاه و تملق‌گویی بود. تاریخ نگاری معاصر حیات انسان، زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگ. سال 16 دو پادشاه ایران که بیشترین سفرنامه رو داشته. سال 17 تراجم یعنی چی؟ و سال 18 سفرنامه حاوی چه مطالبی؟ چه مطالبی بود؟ و سال 19 فرق تاریخ نگاری سنتی و معاصر در چیست؟ و آخرین سال رئیس دارالترجمه چه کسی بود؟ پس دو پادشاه ایران مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه. تراجم یعنی زندگی نامه. سفرنامه حاوی مطالبی چون مالیات گرفتن، نوع چی؟ روابط اجتماعی، فرهنگی. تاریخ نگاری سنتی و معاصر بینش و روش. رئیس دارالترجمه چه کسی؟ دارالترجمه همایونی. دارالترجمه همایونی. 20 تا سوال دادیم که شما قشنگ یاد بگیرید. ببینیم پیدایش تاریخ، سه عامل پیشرفت، کدام پادشاه، دو خصوصیت، رابلیسون، دو آثار تاریخی، بعد کتابا. بچه اینا رو یه بار دیگه میگم، تو رو خدا دقت کنید. ذوالقرنین مالکی خاوری شیرازی، تملق‌گویی ممنوعه، صدرالتواریخ، اعتماد السلطنه، قتل، نه ستایش امیرکبیر، بیداری ایرانی، ناظم الاسلام کرمانی، انقلاب مشروطه، رساله ایراد، مالکی آخونزاده. در مورد هدایت در شعر خود تملق‌گویی ممنوعه، تملق‌گویی ممنوعه. پس این کتابا رو دقت کنید. حقایق و اخبار ناصری، صدر و تب... حقایق و اخبار ناصری، مالکی خرموجا، قتل چیه؟ امیرکبیر، تملق‌گویی ممنوعه. این دقت کنید به اینا، روزنامه این خیلی مهمه. ببین چند بار بهتون امتحان بدید ایشالا. 20 نمره امتحان داره، خوب و عالی بدید ایشالا که بهترین باشین. پس موضوع امروزمون 12 بود، تاریخ نگاری سنتی و جدید بود، بینش و روش. اونا که دارن امتحان میدن که ایچی، امتحان 20 نمره است، با دقت بدی. امتحان نهایی میاد، اکثر اینا تو کنکور اومده. خیلی راحت اینا، گفتیم یه سری اسما و کتاب ها چیه؟ حذفه. اینا رو دقت کنید. تراجم زندگی نامه، آثار تاریخی، طاق بستان، کتیبه بیستون، رابلیسون بچه انگلستان بودش، باری که در زمان قاجار به ایران اومد، باری که الان دیگه چی؟ چند تا سوال میکنم ذهنی جواب دی. رابلیسون کی بود؟ آفرین. پیدایش تاریخ معاصر چی بود؟ دومین روزنامه؟ آفرین. اولین روزنامه؟ مهمترین منبع تاریخ؟ مهمترین منبع تاریخ معاصر؟ آفرین، آفرین. ایرج افشار اولین چی بود تو اینا نگوردن؟ آفرین، آفرین، باری کلا اولین تاریخ معاصر رو آورد، باری کلا. بینش تاریخ نگاری معاصر چیه؟ آفرین، آفرین. حیات انسان، زندگی اجتماعی.
آفری عالی بود. دو آثار تاریخی ایران که تاثیر عمیق داره. بگید آفرین کتیبه بیستون طاق بستان. ببین چقدر ذوالقرنین ماره کیه، این مهمه. باریکلا آفرین عالی بود. ماره کی بود؟ خاوریشی. باریکلا صدر تواریخ آفرین اتمام بیداری ایرانی نازون اسلام حقایق و اخبار ناصری موجه. آفرین رساله ایران. این عالی، این عالی، عالی، آفرین، آفرین. انشالله که بهترین باشین. به خدا میسپارمتون که حالتون همیشه خوب باشه. خداحافظ شما.